صدای نخستین شیپور، مژده مژده مژده، سرمای سخت جان از تند باد تازه وزان پریشان شد. آری آری، اقیانوس یخ یک بار ترک خورد به آمیزه از دلهره و اعجاب در سراسر وجودش، و بیگمان ولوله‌ای میان همه جانوران ما قبل تاریخش. ورق به ورق پس و پیش میکنم این دفاتر عصیان را، و زهازه که به هر نسل درج فصلی نو میخوانم بر صفحات طغیانی. با آنکه خود آن شعبده را تحریم کردم، اینک هر نفسم در برابر آن نامترقب استنشاق فخر و غرور است. هر ضربان قلب سال خورد و خستم سرشار از شوق و شور و سرور است. رفیقان، دوستان، آشناجان، براق نشوید بر هیجان هر دم افسون این قلم. میدانم میدانم آن فجر دمان پیروزی تا تابش بر قله فرود اندیشه نورد فرجامین این نیست، آن دور است. اما چه گمان چه خود در حال عبور است و میرسد به شکوه مندی، چرا که خط مسیرش گام به گام رخشانتر و رخشانتر از مشعل آگاهی مرحله به مرحله همه نور است و نور است. آری سنگ سر، عاقبت دیوار سخت سد عبوری که بر گرد مردمان تعبیه کردی آماج میلیون میلیون فریاد شکننده مردم شد. و تازه و این تازه ضرباهنگ شیپور پیش در آمد هاست که می دمند نفسهای گونه گون که در برابر چشمان وحشت زدت تن و جان ایران را که به گزاف افسردش می پنداشتند و می خواستند به لرزه در آورده. باش تا آن ارکستر بزرگ هماهنگ را بشنوی که صف به صف و شانه به شانه به شمار هر انسان مهار در چنبره نظام بردگی زر و زور پرستی تو هم نواخت بنوازند طبل و نقار و کرنا که به وهله واحد اعلام ختم حیات حاکمیت مذهب است و سرمایه که تن و جان جهان را بلرزاند و نومید کند حامیان شرقی و غربی را. به هوش به هوش به هوش، ای سخت بی بهره از حد اقل عاطفه و درایت انسانی، ای سخت بی بهره از حد اقل صداقت بیان و اخلاص عمل. برخواستند آن خلایق با هوش که سده ناگزیر مقهور قهر ولایت دین و دروغ تو بودند. ای قطاع الطرقات، به راستی سوقات سده سلطه تو و دست یاران تو چه بود جز اسارت و غارت، جز تجاوز به حریم آزادی آزادگی انسان، جز جباریت و ایستایی در برابر دینامیزم تاریخ، جز رواج کهنگی و کهنه پرستی و رو کرد به قهقرا در برابر نوجویی و نوخواهی و نواندیشی، جز فقر و خفقان و جنگ و کشتار، جز ناایمنی و تفرقه و پراکندگی خلایق، جز ویرانی و برپای بنیاد کوچ و بیخانمانی مردم، جز ضدیت با فرهنگ کهن مردمان، نوروز و سور و سرورش، هلهله رقص و رامشگرانش، بانگ نوشانوش و باربدان و نای شباهنگش، نو جامگی ها و نو پوشی ها و آراستن ها و پیراستن هایش، جز ضدیت با گیسوی برهنه زنان دوریانی بازوان مردان، جز گسترش و پرورش فرهنگ اوباش و ارازل، جز تشکیل لژیونر آدم کشان از مجاوران همکیش، جز رواج فرهنگ تحمیق و سالوس. به بن‌بست رسیدید و خود دانید، اینک فریاد تظلم ایران را، ندای معصومیت ایران را مردم سراسر جهان به گوشهای باز دیده و به چشمان فراخ شنیدند. اینک در این میدان
به وسعت میلیون میلیون ابعاد انسانی از هر که بپرسند کیست میان شما آن کس که نام اوست اسپارتاکوس. زنان و مردان با قامت‌های و سوار برمیخیزند و با دست‌های افراخته فریاد میزنند ای کراسوس‌های حقیر، منم ندا که نام دیگرم اسپارتاکوس. اینک اگر از آن سپاه بیشمار مقاومت ایستادگی بپرسند کیست میان شما که نام اوست بابک خرمدین، آن رستم برخاست از میان مردم رزمنده آذرآبادگان، زنان و مردان با قامت استوار برمیخیزند و با دست‌های افراخته فریاد میزنند ای خلیفت الخلفا، ای خلیفت الخلفا، منم بابک خرمدین که نام دیگرم نداست. اینک اگر از آن همه گردانهای رزمنده به وسعت ایران و از حامیان هم میهن آنان به وسعت جهان بپرسند کیست میان شما آن کس که نام او دو واژه سرخ است، ترکیب گل سرخ دانشی، زنان و مردان با قامت استوار از جای بر میخیزند و با دست‌های افراخته فریاد میزنند ای ولی عهدان آری از مهر، ای قاصبان حاکمیت مردم، منم آن نام مرکب سرخ که نام دیگرم نداست. اینک هزاران درودم، هزاران درودم، هزاران ستایش سرودم، هزاران ستایش سرودم، همراهانش هزاران بوسه بوسه بوسه، به سیمای همچون مه و مهر مردم زاد بومم که از خشم در هم فشرده تو امن، هم به فخر هم فروتن سری در فرودم.